همکار دیگرم نیلوفر رستمی هم با ما هست. میدونم که 4 ماه هست که ایرانیان دارن تلاش میکنن نیلوفر که در کنار این بنا تجمع برگزار کنن و این اجازه داده نشده بود و این اولین باره. به نکته درستی اشاره کردی، در واقع 4 ماه هستش در این، در واقع الان 16 هفته هستش که اعتراضات داره در واشنگتن دی سی صورت میگیره. برگزار کنندگان تلاش میکردن که اینجا بتونن اجازه بگیرن که نهایتا تونستن که امروز این اجازه رو بگیرن. اردوان همکار من اشاره کرد به هنرمندان، همینطور چند هنرپیشه ایرانی آمریکایی که اینجا دارن کار میکنن، دارن زندگی میکنن، همچنین اینجا حضور دارن. نیکول انصاری، آروین مبید، بازیگران شناخته شده آمدن اینجا تا حمایت خودشون رو نشون بدن. این جمعیتی که پشت سر من الان دارید میبینید قراره که تا لحظات دیگه حرکت کنه به سمت ساختمان وزارت خارجه آمریکا و بعد نهایتاً بره در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی. ملتی که خشمگین هستش، ملتی که عصبانی هست از اتفاقاتی که نه تنها سرنگونی هواپیمای اوکراینی بلکه اتفاقاتی که در این چند ماه افتاده. همینطور بسیار سخنرانی اینجا صورت گرفت. متنی رو یکی از در واقع نمایندگان شهردار مریلند اینجا قرائت کرد. الان هم اگر که وقت داریم کنار من حتما نیلوفر اگر که مهمانی داری صحبتاشون رو میشنم. کنار من یک دختری هستش الان، دزیره، که اگر وقت داریم، کسی که تا حالا حتی ایران رو ندیده اما اینجا مرتب در اعتراضات شرکت کرده. دزیره جان، میتونی بگی که چه فکر میکنی، چه تأثیری داره این حضور؟ نه، خیلی مهمه که بچه‌ها سن من بیان بیرون که صداشون بشنفن همه. خیلی امپورتنته. مرسی دزیره. خیلی راحت هم نمیتونه که فارسی صحبت کنه و الان گفته شد، همینطوری که فکر میکنم شنیدید، گفتن که این جمعیت قراره که تا دقایق دیگه حرکت خودش رو شروع کنه به سمت ساختمان وزارت خارجه و الان که میشنوید فکر میکنم ابی داره حرف میزنه. ممنونم از تو.